سلام، به برنامه پس از خبر با من همت الله میثاق محمدی خوش آمدین. در آغاز خلاصه چند خبر مهم. صندوق آرای 885 محل رایدهی به دلیل تقلب قرنطین شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که این آرای تقلبی در قندهار، فاریاب و جوزجان به صندوق ها ریخته شده بود. کمیسیون شکایت میگه که اسناد این آرای تقلبی به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگه که کمیسیون مستقل انتخابات برای اثبات بی‌طرفی خود باید پیش از اعلام نتایج ابتدایی به تمامی تقلب‌های انجام شده در انتخابات رسیدگی کند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به تخطی‌ها و تقلب‌ها در انتخابات میگن که اگر کمیسیون مستقل انتخابات رأی سفید را از سیاه جدا نکنه، کشور به طرف بحران خواهد رفت. آنان میگن که اگر با آرای مردم بازی شود، شهروندان کشور سکوت نخواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگه آرای نسبی 10% اعلام شده از سوی این کمیسیون ظاهرا مشکل نداره، اما ممکن است در بین آن شمار از آرای تقلبی نیز وجود داشته باشد. سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنین گفته که امکان دارد فیصدی آرای اعلام شده تغییر کند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت تخار از ثبت 113 مورد شکایت انتخاباتی خبر دادند. با گفته برنا صالحی، مسئول دفتر کمیسیون سم شکایت انتخاباتی، آرای لطیفه سعیدی نامزد شورای ولایتی تخار به دلیل تهدید یک خبرنگار و لتوکوب رایدهندگان باطل اعلام شده و مجبور به پرداخت 210,000 افغانی نیز شده. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگن که آنان بازشماری صندوق‌های رأی‌گیری را در این ولایت آغاز کردند و تا زمانی که شک‌های مبنی بر موجودیت تقلب برطرف نشود، روند شمارش مجدد آرا ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رند نتایج کلی آن نیز تا چند بعد روشن شود. شما بیننده برنامه پس از خبر و گونه زنده از تلویزیون آریانا نیوز هستید. همانطور که در خلاصه خبرها گفتم، صندوق آرای 885 محل رایدهی به دلیل تقلب قرنطین شد. اینجا در استودیو جناب آقای عزیزالله آریافر، کمیشنر مستقل کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی رو داریم. در آغاز خوش آمدین و بپردازین به این که واقعا دلایل قرنطین این 885 صندوق آرا چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام خدمت شما و بینندای عزیز تلویزیون آریان نیوز. هنوز 885 صندوق یا محل قرنطین نشده تا هنوز. البته امروز ما از طرف قبل از ظهر ما یک جلسه داشتیم و در اونجا فیصله صورت گرفت که در مجموع تمام شکایت هایی که شامل رده الف هست که در حقیقت میتونه برای نتایج آرا تاثیر بگذاره، اینا را در مجموع باید توسط کمیسیون انتخابات قرنطین شوه. ولی هنوز مراحل اداری هنوز یک روز دیگر شاید در بر بگیره، در مجموع فیصله ما بره و اونا به کمیسیون های ولایتی خود، دفاتر ولایتی خود هدایت بتن تا این صندوق ها قرنطین شوند. البته قبل از او به اساس اطلاعاتی که ما دیروز دریافت کردیم، کمیسیون انتخابات هم در صندوق های در حدود 300 محله قبلا قرنطین کرده بودن. آقای آریافر، شما امروز اعلام کردین که 885 صندوق از ولایت های چون قندهار و فاریاب و جوزجان بودن که در آنجا تقلب صورت گرفته بود و این صندوق ها مشکوک بود، بنابراین قرنطین شد. واقعا پروسه قرنطین صندوق ها و محل های رایدهی که نزدیک به 300 محل رایدهی مشکوک گفته شده چگونه جریان داره؟ خب به اساس ماده 58
قانون انتخابات در رابطه با صندوق هایی که آثار و علائم مشهود مبنی بر تقلب وجود می داشته باشه یا شکایت موجه در زمینه وجود می داشته باشه، کمیسیون اساسا این صندوق ها را باید قرنطین بکنه. بعد همین صندوق ها در حضور نماینده کاندیداها، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها بررسی شود. در صورتی که شکایت ها موجه باشند و اساسا علائم مشهود نشان دهنده تقلب باشد این صندوق ها، اینا از جریان شمارش بیرون میشن. در صورتی که چنین نباشه باز اینا شامل روند شمارش میشن. پس همون صندوق مشکوک در قرنطین نرفته و از شمارش آرا قرار نیست بیرون شده؟ بله، پیشتر خدمت شما عرض کردم که 300 صندوق یا 300 محل در مجموع قرنطین هست. از طرف کمیسیون انتخابات به اساس اطلاعاتی که ما دیروز دریافت کردیم و فیصله ما امروز، در مجموع 892 صندوقی که 885 در مجموع با اساس آماری که تازه ما دریافت کردم 892 صندوق که شامل آرای کاندیدای شورای ولایتی برای ریاست جمهوری میشه، در مجموع اینا ما درخواست کردیم از کمیسیون انتخابات که اینا رو قرنطین بکنه و بعداً توسط یک هیئت مشترک دو کمیسیون اینا بررسی شون، البته در حضور ناظرین و رسانه‌های بیننده‌های عزیز. همانطور که در خلاصه خبرها گفتم 885 محل رایدهی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز اعلام شده بود که در تازه ترین مورد و در همین لحظه آقای آریافر گفت که 892 محل رایدهی به قرنطین میره. حالا در بررسی شکایات، همان گونه که شما کار میکنین در دستبندی الف، بی و جیم، حالا در دستبندی الف چقدر کار صورت گرفته، چقدر مورد شکایات بررسی شده و واقعا 10% نتایج آرا که اعلام شد چقدر سالم و چقدر بی نقص است و چقدر رأی سره بوده در این میان؟ خب من فکر میکنم در مورد زیاد مشکل وجود نداشته، به دلیل از اینکه به اساس فقره 3 ماده 58 بعد از اینکه صندوق تصمیم کمیسیون اعلام میشه در رابطه با صندوق ها، تا 24 ساعت دیگه بعد از اعلام تصمیم میتونن کاندیدا و نمایندهشان دوباره شکایت درج بکنن و میتونه که او عطا او صندوق هایی که شامل روند شمار شده باشه دوباره بررسی شوند. شما شکایت دریافت کردین پس از اعلام نتایج 10%؟ چرا که یک تعداد از نمایندگان بعد از اعلام نتایج 10% نیست، بعد از تصمیم در رابطه با صندوق های قرنطینه شده است. ولی من فکر میکنم که اعلام 10% در واقع علاوه طرز العمل ها و روند هایی که وجود داره زیاد اشکال ایجاد نمیکنه، به خاطر از اینکه صندوق های قرنطینه شده در واقع محلات مشخصی هستند که طبیعتاً کمیسیون اونا را تشخیص داده و آرای عموم مناطق یا عموم محلاتی را در حقیقت شامل شماری ساختن که شبهه زیاد در وجود نداشته باشه. پس حالا آمار بتن که در این بیشتر از یک هفته ای که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی بررسی هایش را روی شکایت ها آغاز کرد، به چه تعداد شکایت بررسی شده و چقدر جدی است؟ خب اول خدمت شما عرض بکنم که از لحاظ قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها مرجع اولیه رسیدگی کمیسیون های ولایتی شکایات هست و اونا کار خودشان از هفته گذشته آغاز کردن. در زمینه شکایات کاتگوری الف تا حال کارهای صورت گرفتن و همچنان در کاتگوری های بی و جیم و زمانی که در مجموع فیصله های از اونا و رسیدگی از اونا مرحلهش تمام میشه، در حقیقت ما میتونیم که فیصله ها رو اعلام بکنیم. در صورتی که کاندیدا یا نماینده از اونا یا بس طرف این قضیه در مجموع اینا اعتراض داشته باشن، گزارش ابتدایی از رسیدگی این شکایت ها در دست شما نیست از سوی دفاتر ولایتی شما و درشترین مورد واقعا تا اینجای کار و تا هنوز چی بوده؟ خب درشترین مورد بیشتر در رابطه با تقلب هایی است که صورت گرفته در البته نه به صورت کل در برخی محلات و برخی مراکز، بیشتر بس تصرف صندوق های رایدهی بوده، پر کردن صندوق ها بوده، تهدید بوده، تشویق بوده، تلاش زورمندای محلی در جهت گرفتن رای بیشتر برای افراد مربوطشان بودن، بیشتر شکایت ها در این مورد هست. بله دقیقا شکایاتی که شامل ردی الف میشه اونا بیشتر مربوط به او شکایاتی هست که میتونه برای نتایج
آرا تاثیر بگذارد. پس هنوز رسما در دفتر مرکزی و اینجا در کابل کار روی بررسی شکایت ها آغاز نشده؟ به اساس قانون اساسا 10 روز وقت دارد کمیسیونای شکایت ولایتی که اونا بررسی ها را انجام بتن. به اساس قانون در حقیقت اونا بررسی های ابتدایی و ماهوی را انجام میتن و بعد از 10 روز، هرچند ما ممکن است که چند روز تمدید بکنیم به خاطر از اینکه شکایت ها بعداً بر اونا رسیده، یعنی دیرتر بر از اونا رسیده و اونا فرصت کافی بر رسیدگی بالای تمامی شکایت نداشتن. با این حال بعد از 10 روز و 2 روزی که ما بر اینا فرصت بتیم، کسایی که اگر استیناف طلب شوند در رابطه با فیصلهایی که کمیسیون های ولایتی ما داشتن، در او صورت است که باز کمیسیون مرکزی در حقیقت بررسی مجدد میکنه فیصلهای کمیسیون های ولایتی خود. البته علاوه بر این، بعضی ولایتی که در واقع شامل ماده استثنای طرز العمل رسیدگی به شکایات اعتراضات و شکایات انتخاباتی میشه، برخی ولایت هست که ما مستقیما به دلیل نبود یک بستر مناسب امنیتی و روانی برای کمیشنرهای ما، به دلیل موجودیت بعضی تهدیدها و به دلیل از اینکه بسیاری از شکایت ها در واقع از حوزه صلاحیت موضوعی و حوزه ای کمیسیون ها بالا بوده و ایجاب میکنه که ما در مرکز بررسی بکنیم اونا را، که البته اینا بیشتر مشمول نمی شکایات کاتگوری الف مربوط به ریاست جمهوری میشه. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میشه. در تازه ترین موارد و یا تا همین لحظه ای که من و شما صحبت می کنیم، واقعا کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در چند ولایت افغانستان دفتر فعال داره؟ ما در تمام ولایت افغانستان در 34 ولایت دفتر فعال داریم. در هر دفتر 3 کمیشنر هست و حدود 8 نفر ما در واقع کارمندای خدمات ملکی و قراردادی داریم. پس حالا بعد از این که 10 روز تمام میشه، بیشتر به بیننده ها تکنیکی بگن که واقعا روند رسیدگی به شکایات و قرنطین کردن صندوق های مشکوک چگونه است و پس از بررسی ها چه قرار است که بشه؟ خب صندوق ها باید سر از فردا قرنطین شوند. 892 موردی که در شکایتی که وجود داره، البته بازم ما تکرار میکنم که شامل البته صندوق های مربوط به کاندیدای شورای ولایتی و ریاست جمهوری است. از چند ولایت؟ از مجموعه قندهار و جوزجان و فاریاب و یا نه؟ مثلا نه، بله، از کل ولایت افغانستان است که در اینجا البته آمارشون وجود داره. با اگر میشه امین هم آمار را به بیننده ها هم شریک بکنین، واقعا در کدام ولایت ها بیشترین مشکوک رای دیده میشه و راه مشکوک دیده میشه؟ خب البته این را خدمتتون عرض بکنم که در آغاز که در هر انتخابات در واقع تخلفات و تقلبای صورت میگیره در تو در کشورهای پیشرفته دنیا، با در نظر داشت وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی و تهدیدایی که متوجه کشور است، در واقع باز هم میتونیم بگویم که میزان تقلب ها و تخلفات مشروعیت کلی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی افغانستان در اختیار شما قرار داره. و ما آماری که در مجموع اینجا رسیده، در واقع ما بیشتر از انتظار داشتیم که باید ما شکایت دریافت بکنیم. امروز بحثی که ما داشتیم که شکایت ها یعنی کمتر از میزان انتظار ما هست. مثلا شکایت هایی که در کاتگوری اول در کابل ثبت شده 44 شکایت است، در کاپیسا 20 شکایت است، در وردک، در پروان 27، در وردک 20، در لوگر 4، در ننگرهار 10، در لغمان 19، در پنشیر 4، در بغلان 41، در بامیان 0، در غزنی 21، در پکتیا 33، پکتیکا 31، خوست 7، کنر 25، نورستان 49، بدخشان 53، تخار 40، کندوز 14، سمنگان 7، بلخ 35، سرپل 26، غور 26، دایکندی 6، اروزگان 8، زابل 19، کندهار 137، جوزجان 1، فاریاب 20. البته این میزان یک مقدار تغییر کرد. چرا؟ آخرین پرند نیست و فقط از روی ایمیل خود ما دیدم آمارای جدیدی که بیشتر خدمت شما عرض کردم. البته فاریاب 20، هلمند 33، بادغیس 2، هرات 63، فراد 12، نمروز 28. البته اینا در کاتگوری اول است. بله. چه نوع شکایتی است؟ اون او شکایتی است که میتونه بالای نتایج آرا تاثیر بذاره. بله، اساسا باید مستند باشه. اما شما گفتین که این کمتر از آن میزانی است که شما توقعش داشتین که باید شکایت درج میشد و قبلا هم کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی اعلام کرد که
تعداد شکایت های مستند هم در دست دارد. حالا دوباره بازنگری صورت خواهد گرفت روی این شکایت های درج شده؟ بدون شک در صورت سیناف طلبی و در صورتی که خود کمیسیون مرکزی شکایات تشخیص بده بنابر لزوم بده خود میتونه که بسیاری از مواردی را که نیاز باشه و نیاز به بررسی مجدد داشته باشند دوباره دیده میشن. کاتگوری الف و مفهومی است که مستند هست با اسناد تصویری یا صوتی یا تحریری، البته در کنار از او است. بخاطر از اینکه اگر اون نباشه او شامل کاتگوری جیم میشه. ثبت شده در نزد کمیسیون است، دفتر مرکزی کمیسیون. در کدام مورد؟ در همین مورد الف شما گفتن که این چیزی کمتر از آن میزان است که ما توقعش را داشتیم. خب البته میزان تمام شکایاتی که در مجموع ثبت شده 2106 شکایت است که شامل تمام کاتگوری ها میشه و البته آگاهی های تلفنی هم داشتیم که میتونه به عنوان مثلا مبنای یک اطلاع و آگاهی باشد. اختیار ما که بتونیم با استفاده از اینا در حقیقت شکایات مستند بیشتر مستند سازی کنیم و تصمیم گیری عادلانه برسیم. در تنها در بامیان شکایت در دستبندی الف ثبت نشده. واقعا اسنادی که در نزد کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است و این آماری که از شکایات های ثبت شده حالا به شما رسیده چقدر جدی است و چقدر میتونه این دسته اول که واقعا از نوع جدیش هست روی مشروعیت و شفافیت انتخابات تاثیر بگذاره؟ من فکر میکنم که در مجموع با وجود اینکه ما بقای تقلب در انتخابات رد نمیکنیم، ولی در مجموع تخلفات تخطی ها با تقلب نمیتونه مشروعیت انتخابات افغانستان زیر سوال ببره، به دلیل اینکه تمام دنیا شاهد بودند که میلیون ها نفر شهروند افغانستان رفتن در پای صندوق های رای با وجود موجودیت تهدیدهای امنیتی و اینا نشان دادن که آینده خود از مسیر دموکراتیک میخوان رقم بزنن. اما این امکان وجود داره که با بالا رفتن و بالا گرفتن تخلف ها و شکایت ها انتخابات به دور دو بره و هیچ نامزد نتونه در دور اول 50 جمعیت را پورا بکنه؟ خب البته احتمال از این وجود داره که انتخابات به دور دو بره، یا احتمال از این هست که در دور اول ختم شود. در مجموع میتونه بررسی های کمیسیون شکایات در مجموع کمیسیون های ولایتی و کمیسیون مرکزی در این راستا موثر باشه و همچنان اقدامات خود کمیسیون انتخابات مبنی بر قرنطینه بیشتر صندوق ها. البته میره باز هم خدمت شما باید روشن بکنم که قرنطین به مفهوم بیرون کردن یارا از روند شمارش نیست، پس از بررسی است که در صورتی که تثبیت شود، در صورتی که دلایل موجه وجود داشته باشه که یارا تقلبی است، اینا از روند شمارش بیرون میشن. هنوز زود است که ما در واقع در رابطه با ابطال یارا صحبت بکنیم. قرنطین یک بحث است، ابطال آرا و بیرون کردن آرا از روند شمارش چیز دیگه. مردم بگن که شما گفتین سر از فردا 892 محل آرایش میره به قرنطین. ما کاری که روی آرای قرنطین آغاز میشه با چی شیوه و با چی کارشیوی هست؟ خب البته ما تازه یک لایحه را تصویب کردیم به اساس قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها زیر نام لایحه بررسی و تشخیص اعتبار آرا. در اونجا در حقیقت تمام ویژگی ها مشخصات رای قابل اعتماد و رای غیر قابل اعتماد در اونجا مشخص شده و ما البته امروز یک چک لیست هم ساختیم و روان کردیم به اعضای کمیسیون‌های ولایتی ما تا به اساس از او چک لیست و به اساس او لایحه، البته چک لیست در حمایت از لایحه خود روان کردیم که قبلا به اون روان کردیم، به اساس به صورت بسیار روشن و مشخص ما میتونیم که آرای درست از آرای نادرست، یا بگو بهتر بگویم آرای نادرست از آرای درست که به حساب حجم وسیع آرای از که در انتخابات افغانستان استفاده شده جدا بسازیم. بیننده های عزیز، یک خبر که لحظات پیش دریافت کردیم با شما در میان بگذارم. میر فاروق حسینی عضو شورای علمای ولایت هرات و یکی از علمای برجسته کشور در اثر فیر صلاح سبق از سوی دو موتر سایکل سوار شام امروز کشته شد. این فرد در اظهارات اخیرش همواره طالبان را به دلیل حملات انتحاری محکوم میکرد. مقامات امنیتی هرات کشته شدن میر فاروق حسینی یکی از علمای ارشد هرات را تایید کردند و اکنون جسدش در یکی از شفاخانه های هرات انتقال داده شد. و این هم از خبری که لحظات پیش دریافت کردیم. بحث را ادامه میدیم با آقای آریافر. آقای آریافر، در قسمت آرای نامزدان شورای ولایتی چقدر تخطی ها و شکایت ها جدی است و در چه میزان شما ثبت کردیم؟ بازم عرض کنم خدمت شما که در کاتگوری الف 829 892 شکایتی که وجود داره،
این مشمول صندوق های مربوط به کاندیدای شورای ولایتی هم میشه که در حقیقت میشه ایره که بعد از این که جریان رسیدگی و فیصلهای کمیسیون های ولایتی ما با ما رسید مشخصا در خدمت شما و بیننده های عزیز قرار خواهد دادیم. درست. در مجموع خب البته ما شکایت کاتگوری B که بالای نتایج تاثیر نمی کنه ولی اینا بیشتر جنبه مجازاتی داره و شامل جریمه و گپاس ما ایره میتونیم که حتی بعد از اعلان نتایج انتخابات هم ادامه بدیم. یعنی به این مفهوم که ما هیچ شکایتی را بدون رسیدگی و بدون فیصله باقی نمیمونیم چه در سطح مرکز باشه چه در سطح ولایات. پس از اعلام نتایج 10% آرا شماره از نامزدان اعلام کردن که این نتایج درست نیست و در انتخابات تقلب صورت گرفته و باید به تقلب ها به گونه جدی رسیدگی شوه و این آقای برمک، آقای سری رحمت برمک دیشب در برنامه پس از خبر گفت که 10% آرا هم که نتایجش اعلام شده به گونه ای نیست که از هر ولایت 10% گرفته شده باشه. این آرا متفاوت است و یک چیز آمد روی سیستم و ما هم به خاطر که مردم منتظر بودن این آرا را اعلام کردیم. واقعا از دید شما چقدر پرسش برانگیز است اعلام این نتایج 10%؟ ما فکر میکنم زیاد پرسش برانگیز نیست، البته بحث تاخیرش اگر مطرح باشه. خب شما میدونید در اعلام نتیجه چرا که شما را از نامزدان هم واکنش نشان دادن. خب طبیعی است که در انتخابات افغانستان البته از مجموع 2700 کاندید شورای ولایتی همیشان با کرسی های انتخابی شورای ولایتی راه نمیافند و در کرسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم صرف یک نفر میره. طبیعی است که بدلیل ازی که افغانستان اللحاظ فرهنگی هنوز به اصطلاح در اون مرحله نرسیده که ما یک فرهنگ پذیرش شکست تجربه بکنیم، اللحاظ فرهنگی و اللحاظ روانی هم به اصطلاح ما مشکلاتی را در جامعه میبینیم که اگر یک تعداد افراد محدود هم به هواخواهی یک کس به اصطلاح بیرق بالا بکنن یا شعار بدن و فکر میکنه که در سطح افغانستان نفوذ داره، در حالی که نفوذ داشتن در سطح یک کشور با توجه به بافت های اجتماعی فرهنگی کار بسیار دشواری هست و ممکن است که همه کاندیدا در واقع یک نفوذ اجتماعی سراسری و گسترده در سطح افغانستان نداشته باشند. با این حال اظهارات از اونها برای ما قابل قدر است و ما تک تکی این شکایات رسیدگی میکنیم، به خصوص صندوقایی که در او آرای غیر واقعی وجود داشته باشه و او بتونه روند متاثر بسازه، اینا را ما در مجموع بررسی میکنیم و انشاءالله یک چند تصمیم قاطعی وجود داره در میان اعضای کمیسیون مرکزی و کمیسیون ولایتی. شما هم گفتن که بیشترین شکایت ها و تخطی ها از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هست. واقعا قرار است که پس از بررسی این شکایت ها و تخلف ها چه پیگرد قانونی اعمال شده بالای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات؟ خب ریاست محترم کمیسیون انتخاباتی مسئله را مطرح ساخت که در صورتی که اعمال از اینا وصف جرمی میگیره، خب اونا گفتن بلوی سارنوالی میفرستیم اینا را، ولی در صورتی که اعمال از اینا وصف جرمی بگیره بلوی سارنوالی میرن، ولی اگر تخلف انتخاباتی باشه یا در روند تقلب اینا مشارکت داشته باشن، طبیعی است که به اساس قانون انتخابات افغانستان و طرز العملایی که در نزد دو کمیسیون موجود است اینا مجازات خواهند شد. و البته طبیعی است که صندوق ها وقتی در قرنطین میرن اونا بررسی میشن. در مجموع اعمالی که باعث تقلب یا تخلف شده باشه اونا را بررسی میکنیم، ولی افرادی هم که در دخیل باشن از کمیسیون انتخابات طبیعی است که به اساس طرز العملا و قوانین موجود اینا مجازات خواهند شد. در شبهای قبلی هم مهمانان از کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، از شما هم میپرسم این پرسش را که واقعا فشارها بالای کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی چگونه است و چقدر زیر فشار مقامهای حکومتی و یا نامزدان و یا دیگر گروه های فشار هستند در چگونگی کارتان و واقعا چقدر تانستین استقلالیت کارتان را حفظ بکنین تا اینجا؟ خب تعهد ما این است که ما براوند دموکراتیک افغانستان وفادار باقی مانیم و این روند زمانی میتونه که پیروزمندانه و پیش بره وقتی از که هر دو کمیسیون در واقع بی‌طرفی خود رعایت بکنن و ما کمیسیون شکایت بتونه عدالت انتخاباتی را مطابق برنامه ماموریتش و مطابق دیدگاهش متحقق بسازه. در این راستا ما شخصا و اعضای کمیسیون مرکزی تا جایی که میبینم
ما احساس نمی کنیم که ما غیر مستقل عمل بکنیم و هیچ نوع مداخله مشهود و غیر مشهود تا حال مدعی رسانه ایدمان چی که فشارهایی که بالای ما میاد فشارهایی است که از طریق رسانه و مطبوعات کاندیدای محترم مطرح می کنند یا کسایی که شکایت کردن یا کسایی که به صاحب مشتکان حقوق قرار گرفتن. تا حال ما نه از جانب حکومت و نه از جانب کاندیدا یک فشار محسوس را بالای خود و بالای کمیسیون احساس نکردیم. مشکلات تخنیکی اما البته در سطح محلی در جایی که رایگیری نشده ممکن است زورمندا و مسئولان واحدهای دومی و حکومت در مجموع افراد کارمندای مختلف مربوط به حکومت در پروسه انتخابات دخالت کرده باشند که بحث جدا هست، ولی کمیسیون مرکزی شکایت تا بال یک چنین فشاری را احساس نکرده و اگر فشاری هم ایجاد شود ما به دلیل تعهد ما با ارزش‌های دموکراتیک و در واقع انتقال کاروان از پل بسیار خطرناکی که ما را به اصطلاح گذشته را به آینده پیوند می‌تواند کمیسیون شکایات انتخاباتی دیر هنگام کارش را آغاز کرد و کمیشنران ولایتی هم خیلی دیر معرفی شدند. واقعا حالا که انتخابات برگزار شد و شکایت‌ها ثبت شده، چقدر شما در کارتان موفق بودین و چقدر همان ضرورت های کاری شما برآورده شده و با چی مشکلات هنوز مواجه هستیم؟ خب طبیعی که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک نهاد نوبنیاد و نوپا هست و شما میدونید که شکل گیری یک نهاد نوپا و در مجموع ایجاد تمام ساختارها و زیر ساختای اداری رسیدگی مالی بینا به زمان نیاز داره، ولی ما در این مدت کوتاه تانستیم که هم کمیسیون های ولایتی خود فعال بکنیم در مجموع و هم یک ساختار نیمه موقت در مرکز، البته لازم کارکنایی که در بخش های اجرایی و اداری و عملیاتی ما کار بکنن ایجاد کردیم و در واقع سیستم های رسیدگی طرز العمل ها رهنمودها لوایح در مجموع اینا همه ساخته شده و ما در حقیقت در حال حاضر داریم از طریق یک نظام مشخص و از طریق سیستم های مربوط اجراات خود در واقع یا فیصله ها و تصامیم رسیدگی خود از طریق کارمندان شما در پایان اگر این را هم بگیم حالا معاش دریافت میکنن؟ بله کارمندان ما البته ما به دلیل اینکه ما یعنی دیر ایجاد شدیم و باید ما یک سال قبل ایجاد میشدیم تا آمادگی های لازم می بود، ما کارمندای ما البته به صورت قراردادی است اکثرشان و اینا معاش دریافت کردند. حالا کمیشنرای ولایتی ما که البته ماشون از طریق دولت پرداخت میشه هنوز دریافت نکردن، دریافت میکنن فقط تا روز سه شنبه در حسابایشان میره امروز. این هم پیامی به کمیشنران ولایتی شما. بسیار خب، در پایان هم بدون شرح او صندوق ها او مردم ها او صندوق هایی که راه انداخته شده او مردم می آمد دیگه اوراق اینمی اصلا چند صد ورق می خواست که به یه چیز استعمال کنه به نفع یک کندید و تقلب بکنه. ما از پولیس و خصوصا ارگان های امنیتی و سلامواری کسی که تقلب کرده مشخص است می توانین تحقیق بکنین پیدا بکنین با جزای اعمالش باید برسن. شما در اینجا ادعایی که باشنده های منطقی کیلگه می کنند، شما می بینین که به نام یک فرد مشخص منطقی زورابی کیلگه، شما می بینین که به نام یک فرد مشخص ای اوراق نشانی میشه و قصد زیر داشتن که استفاده بکنن به نام امی کاندید مشخص. این اوراق چرا اینجا روی جاده هست؟ اینجا سرک عمومی هست و از کنارش موترها عبور میکنه. اینجا چی کار میکنه این اوراق؟ و چطور به دست افراد افتید؟ توسط کی بیرون شد و بالاخره سرنوشتش؟ واقعا آرایی که باید در محل‌های رایدهی باشه روی سرک چه کار میکنه؟ آقای آریافر بسیار تشکر از حضورتان در برنامه و بیننده های عزیز از همراهی شما هم جهان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار، خسته نباشید.